اینجا لندن است رادیوی بی بی سی هفته صبح تهران هشت در کابل افغانستان هشت و نیم در دوشنبه تاجیکستان اینجا در لندن ساعت سه بامداد است شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید کرونا همچنان در جهان قربانی میگیرد یازدهمین کشته در آمریکا صدها مورد جدید در اروپا عربستان حج عمره را موقتا تعلیق کرد مقام های رسمی در ایران میگویند شمار کشته ها هنوز زیر صد نفر است در برنامه چشم انداز بامدادی امروز علاوه بر پوشش تازه ترین خبرهای مربوط به کرونا در نقاط مختلف جهان از ضررهای این ویروس بر اقتصاد نیمه جان ایران هم میشنوید و در کنار سایر خبرها از اسکندر فیروز خواهیم گفت پدر محیط زیست ایران که در 93 سالگی درگذشت بعد از انقلاب بنده زندان بودم قاضی با صدای محکم به من گفت که این کاری که میکردید محیط زیست چیه بسیار کار بیخودی بود با ما باشید بعد از خبرهای جهان از محمد سباهی درود و بامدارتان خوش ویروس کرونا در حال پیشروی به نقاط بیشتری از جهان است و نزدیک به 80 کشور را آلوده کرده در پی مرگ یک نفر بر اثر بیماری کوید 19 در ایالت کالیفرنیای آمریکا فرماندار این ایالت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده رقم جان باختگان در چین هم حالا از مرز 3000 نفر گذشته در ایتالیا هم شمار کشته شدگان به صده هفت نفر رسیده و مدارس و دانشگاه ها تا ده روز دیگر بسته میمانند. در فرانسه با جهشی 25 درصدی نسبت به روز پیش از آن آمار مبتلایان به دی 285 نفر رسید. نگرانی از همگیری ویروس کرونا باعث شده عربستان سعودی حج عمره را برای شهروندان این کشور هم به حالت تعلیق درآورد. در ایران هم بر اساس آمار رسمی آمار مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 3000 نفر نزدیک شده و تعداد جان باختیان هم کمتر از 100 نفر اعلام شده. نگرانی از جوی این بیماری باعث شده که بسیار از فعالیت های اقتصادی و گردشگری و کسب و کارهای کوچک از رونق بیفتد و چندین شهر و استان هم درخواست کردند که مسافرت های نوروزی امسال انجام نشود سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و روسیه قرار است این هفته در وین اتریش دیدار کنند تا از پایین آمدن بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند قیمت نفت تنها در هفته گذشته 14 درصد سقوط کرد گسترش ویروس کرونا تقاضا برای کاهش نفت را کاهش داده و قدرت نفوذ اوپک را در بازارهای دهانی نفت کم کرده. مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی و نامزد رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در حزب دموکرات از این رقابت‌ها کنارگیری کرده است. او از جو بایدن، معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا در زمان باراک اوباما حمایت می‌کند که در حال حاضر پیشتاز رقابت هاست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود که در آن نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه رقابت خواهد کرد. سینا علی نجات گزارش میدهد شهردار سابق نیویورک بعد از صرف حدوداً 500 میلیون دلار از دارایی های شخصیش برای تبلیغات انتخاباتی از این رقابت ها کنارگیری می کند. این یک روز بعد از آن است که او نتوانست در روز سهشنبه که 14 ایالت همزمان رأیگیری گیری می کردند به نتیجه قابل توجهی دست یابد. آقای بلومبرگ گفت به این نتیجه رسیده که جو بایدن بهترین نامزد برای شکست دادن دونالد ترامپ خواهد بود. آقای بایدن شنبه در ده ایالت از جمله تگزاس پیروز شد و در مقابل سناتور برنی سندرز در سه ایالت به پیروزی رسید و انتظار می رود در کالیفرنیا هم برنده شود. و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه طالبان به بخش های از توافق نامی سال که روز شنبه میان دو طرف امضا شد عمل نکرده است این اظهارات در حالی صورت گرفته که نیروهای آمریکایی روز گذشته مواضع طالبان را در پی حمله افراد این گروه به نیروهای امنیتی افغانستان در هلمند هدف حمله هوایی قرار دادند آمریکا این حمله را حرکتی دفاعی اعلام کرده به رادیو بی بی سی گوش می کنید. وقتتون بخیر. من ناصر مدنی هستم. جدیدترین ویروس کرونا کووید 19 همچنان در جهان قربانی میگیرد و شمار مبتلایان لحظه به لحظه رو به افزایش است. در آمریکا شمار کسانی که در ایالت واشنگتن در اثر این ویروس جان باختند به ده نفر رسیده. این در حالی است که همزمان اولین مرگ در ایالت کالیفرنیا هم گزارش شده. در ایتالیا مقام ها قدم محکمتری برای مبارزه با ویروس برداشتند همه مدارس، دانشگاه ها، سالن های سینما و نمایش تا نیمه ماه یعنی 11 روز دیگر تعطیل خواهد بود. تنها در روز گذشته 28 نفر در ایتالیا بر اثر کرونا جان باختند و شمار کشته شدگان در این کشور به 107 نفر رسیده. بالاترین آمار رسمی قربانیان در خارج از چین بیش از سه هزار نفر در ایتالیا به کرونا مبتلا شدند فرانسه میگوید شمار کسانی که به این ویروس مبتلا شدهاند نسبت به روز گذشته ناگهان 25 درصد افزایش داشته و به 285 نفر رسیده عربستان سعودی حج عمره را موقتا به حالت تعلیق درآورده و مرکز اسلامی تاجیکستان هم از شهروندان این کشور خواسته از امروز به منظور پیشگیری از ابتلا به کرونا نماز جماعت برگزار نکنند به جزئیات درباره ایران هم میپردازیم ابتدا آنچه همین حالا درباره کرونا در جهان میگذرد در گزارشی از خشایار جنیدی از پاکسازی خیابانها و اماکن عمومی سئول پایتخت کره جنوبی تا ضد عفونی کردن ایسگاه های مترو و فرودگاهها در نیویورک آمریکا نگرانی از گسترش ویروس کرونا جدید دولت ها در سراسر جهان را به تلاش واداشته. در آمریکا تعداد قربانیان ویروس کرونا به یازده نفر رسیده. مورد آخر برای اولین بار در خارج از ایالت واشنگتن رویت شده در کالیفرنیا. تعداد بیماران شناسایی شده هم به حدود 150 نفر در 17 ایالت رسیده. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، خبر از ارسال کیت های تشخیصی برای آزمایش 1.5 میلیون نفر به سراسر آمریکا داده و میگوید در کل کشور مردم در خطر شیوع این بیماری نیستند. فکر کنم مردم آمریکا می توانند اطمینان داشته باشند که به خاطر تدابیر صورت گرفته و تا زمانی که اصول منطقی بهداشت شخصی را به کار می خطر شیوع ویروس و کرونا کم است. مجلس نمایندگان آمریکا هم 8 میلیارد و 300 میلیون دلار برای مقابله با همهگیری ویروس کرونا اختصاص داده این اقدام که با استقبال دونالد ترامپ همراه شده باید به تصویب سنا هم برسد در ایتالیا هم که تعداد قربانیان کرونا به 107 نفر افزایش یافته و بیشتر از 3000 بیمار شناسایی شده اند اعلام شده مدارس از امروز به مدت ده روز تعطیل خواهند بود. مقام های این کشور همچنین اعلام کردند همه مسابقات ورزشی بدون تماشاچی برگزار خواهند شد. تعداد بیماران شناسایی شده در فرانسه هم به 285 مورد رسیده و بریتانیا این رقم را 87 نفر اعلام کرده. ویروس کرونا جدید در آمریکای جنوبی هم در حال گسترش است و در آخرین مورد شیلی اعلام کرده دو مورد ابتلا به این ویروس را شناسایی کرده برزیل و آرژانتین هم پیشتر مواردی را شناسایی کرده بودند در کره جنوبی هم که در کنار ایران و ایتالیا به یکی از کانونهای اصلی همگیری کرونا در خارج از چین تبدیل شده تعداد مبتلایان به حدود 5400 مورد رسیده و دست کم 35 نفر نیز جانشان را از دست داده اند. به رغم گسترش این بیماری در آسیا، کمیته بین المللی المپیک پس از برگزاری نشستی اعلام کرد تصمیمی برای تعویق مسابقات المپیک توکیو نگرفته و این رخداد فعلا سر موقع در تابستان پیش رو برگزار خواهد شد. خشایار جنیدی از تازه ترین آمار گسترش ویروس کرونا در جهان گزارش میداد دیدم که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم گفته که هول نکنید فقط دستهایتان را بشورید دائم اما کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی در ایران تا دیروز صبح ابتلای نزدیک به 3000 نفر به کرونا تایید شد بر اساس آمار رسمی شمار جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان زیر 100 نفر است در حالی که آمار غیر رسمی میگوید صدها نفر بر اثر کرونا جان باختند در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در این باره عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تلمبار شدن اجساد در قم و درماندگی مردم رشت گواه ناکار ناکارآمدی های صورت گرفته در اطلاع رسانی و هشدار به موقع درباره این ویروس یعنی کروناست. است عبدالکریم حسین زاده خطاب به مقام ها گفته شهرها را که قرنطینه نکردید حالا که در اوج زمان شیوع این ویروس هستیم دست کم قرنطینه خانگی در قم و رشت را الزامی کنید تا در تعداد کشته شدگان رکورددار جهان نباشیم همزمان کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید تردد در بسیاری از استانها کاهش پیدا کرده و تا کنون حدود 550 نفر از کسانی که کرونا در به ویروس کرونا مبتلا شده بودند حالا بهبود پیدا کردند و مرخص شدند جزئیات بیشتر از علی همدانی رادیو تلویزیون ایران از تجمعهای مردمی به مناسبت ماه رجب گزارش داده صداهایی از آنچه رقص و پایکوبی مردمی خوانده به مناسبت تولد امام اول شیعیان تجمع خیابانی در اوج بحران شیوع کرونا در ایران و جهان بر اساس گزارش خبرگزاری های دولتی در ایران شمار مبتلایان در این کشور تا بامداد چهارشنبه 2922 نفر بوده 92 نفر جان باختند و 552 نفر درمان شدند میزان شیوع در استان تهران از همه جا بیشتر و بعد گیلان و اصفهان شاید چون امکان آزمایش در این استان ها بیشتر بوده نصف جهان اصفهان در گفته امسال مسافر نوروزی نمیخواهد استاندار گیلان هم از مردم خواسته به این استان سفر نکنند وزارت بهداشت ایران هم دست به دامن وزارت کشور شده تا کاری بکنند که مردم در روزهای نوروز سفر نکنند نه کی است کی رسانی صدا و سیما با احتیاط و لحنی خوشبین تلویزیون ایران همینطور از حضور 300 هزار اکیپ بهداشتی در سراسر ایران خبر داده در حالی که پیشتر اعلام شده بود ممکن است این اکیپ ها منزل به منزل سراغ مردم بروند وزیر بهداشت امروز حرفش را پس گرفته و گفته وظیفه این کارشناسان حضور در اماکن عمومی است صدای سکوت خیابان ها اماکن عمومی خلوت کوچه ها تاریک دکان ها بسته مرزهای ایران با اکثر کشورهای همسایه همچنان بسته است ارمنستان هم اعلام کرده بسته بودن مرزش با ایران را سه هفته دیگر تمدید می‌کند. این بیماری یک بیماری فراگیر هست تقریبا همه استانهای ما رو فرا گرفته و به یک معنا رئیس جمهوری ایران این بیماری را نه مشکل ایران که پدیده جهانی خواند او همینطور از رادیو تلویزیون خواسته در راستای شادی و سرگرمی مردم کاری بکنند سایه وحشت از کرونا بر اقتصاد پیش از نوروز در ایران شاید ماها طول بکشد تا ابعاد تاثیر ویروس کرونا به اقتصاد نحیف ایران روشن شود دیروز خبر آمد 70 میلیارد تومان مسافرت نوروزی لغو شده علی همدانی گزارش میداد ضررهای اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا همطور که در گزارش علی هم شنیدی در پایان گزارشش همزمان شده با اوج تحریم های آمریکا علیه این کشور و این دو تاثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران داشته برای نمونه بر اساس گزارشی که وزارت اقتصاد هند از تجارت خارجی منتشر کرده آمده که در ماه ژانویه 2020 یعنی دو ماه پیش صادرات ایران به هند یک بیستم سال قبل از آن بوده گزارش وزارت اقتصاد ژاپن هم نشان میدهد که این کشور پارسال یک دهم سال پیش از آن به ایران صادرات داشته در داخل ایران هم بعد از آمدن این ویروس جدید ضربه هایی به اقتصاد وارد شده یکی از معاونان وزارت میراث فرهنگی ایران ولی تیموری معاون گردشگری این وزارتخانه گفته در پی لغو سفر مسافران تا کنون بیش از 70 میلیارد تومان به مردم بازگردانده شده است در سوی دیگر ماجرا اما بسیاری از مسافران میگویند شرکت های هواپیمایی آژانس های مسافرتی و هتل ها از اجرای کامل بخشنامه لغو سفر خودداری میکنند و از مردم طلب جریمه میکنند برای گفتگو درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران جمشید دمویی رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر فاوزون اوکس روی خط با ماست آقای دمویی وقتتون بخیر شب عید نزدیک در ایران بسیاری از کسب و کارها در شهرهایی که درگیر کرونا هستند رونق هر سال رو نداره دولت تمهیداتی در نظر گرفته از جمله مثلا اینکه معافیت از بخشی از مالیات ها برای کسب و کارها صورت بگیر آیا این کافیه چه کار دیگه ای میشه کرد با درودی به شما همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه ببینید همونطوری که اشاره فرمودید سال نو در ایران معمولا یک موقعی که همراه با یه انبساط در واقع تجاری به متاسفانه ما با این انقباز بسیار شدید مواجهیم و علاوه بر تمام مشکلات دیگری داریم این هم اضافه شده ببینید آمار دقیقی از اینکه چقدر ما در این خسارتی نیست ولی یک صحبتی در یکی روز گذشته من فکر میکنم اتاق بازرگانی ایران یه رقمی داده که هر روز در اثر این مسائل در رابطه با ویروس کرونا ما این چیزی حدود 164 میلیون دلار خسارت داریم که خسارت رابطه ایشون از طریق ورشکستگی شرکت ها و مسائل دیگه کرد ببینید مسئله عمده که در اینجا وجود داره اینه ببینید وقتی که مسافرت کاهش پیدا میکنه رفتن به هتل ها کاهش پیدا رفتن به رستوران خرید ها تمام مسائلی که ما باش آشنا هستیم در زمان نزدیکی سال نو انجام میشه اون برای قضیه شرکت هایی که شرکت های اینها در ورشکست میشن دی زیادی از مردم ایران حتی من میخوام بگم که اغلب اخ... مردم ایران در در رابطه با کار روزانه است بنابراین اینها وقتی که این, این های اقتصادی محدود بشه یا به طور کلی قطع بشه اینها اون در واقع معیشت روزانی خوشون از دست میدن دولت کاری که کرده در مورد در واقع به تغییر انداختن یا بخشودگی مالیاتی میدونه تاثیر معدودی داشته باشه به بعضی شرکت‌ها مسئله بدی که ما داریم در مورد آدمایی که اینا درآمدهای خوشون از دست میدن فرزند میتونه با, با, با پرداخت در واقع غرزه های خانه و غیرزالو که به تعدیق میفته اینها به اصطلاح گشایش هایی رو که ایجاد میکنه بسیار محدوده مسئله عمده اینه که مردم نمیتونن درامت رو که داشته باشن در این فصل و این بسیار میتونه شدید بشن و من فکر نمیکنم دولت تصمیم مشخصی در این مورد از حداقل تق... از طریق دولت داره خیری ها میتونن کمک بکنن ولی بسیار کمتر از این نیست نیازی است که امروزه ما باش در در ایران مواجهیم آقای دمویی کوتاه تو یه جمله اگر بگید ممنون میشم اوضاع تحت کنترل تیم اقتصادی دولت هست به نظر من تیم اقتصادی دولت نمیتونه اینو کنترل کنه چرا به خاطر که ابعاد این در واقع مشکل به مراتب گسترتر از اونی که امروز حد زد مسئله دیگه مسئله رابطی ایران با چین 25 درصد تجارت ایران با چین شما در مورد رابطی ایران با کشورهای دیگه صحبت کردید یک چیزی حدود سال گذشته حدود یک میلیارد دلار اندکی بیشتر در ما معامله تجاری با صادرات با عراق و ترکیه است که اینها تقریبا مسدود شده البته مقداری زیادی از اینها به صورت احتیاج به مردم نداره ولی مقدار زیادی شده به تولید کالاها داره که اینها مسلما در طی هفته‌های آینده مورد تهدید شدید قرار خواهند صندوق بله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تو یک نشست مشترک اعلام کردند که برای کمک به کشورهای نیازمند و مقابله با پیامدهای اقتصادی این گسترش این ویروس ویروس کرونا جدید 62 میلیارد دلار تسهیلات مالی اختصاص میده با توجه به تحریم آمریکا از این پول چیزی به ایران میرسه آقای دمویی؟ ببینید من نمیدونم که چقدر میرسه ولی یک چیزی هست تمام این وام هایی که از طرف صندوق بین پول و بانک جهانی داده میشه در رابطه با مسئله در واقع مشکلاتی که ایران ایجاد شده براش در مورد دنبال نکردن FATF هم هست چون یکی از به کاندیشن هایی که اونجا برای دادن این وام هاست در واقع قبول و پذیرش در واقع افت اون هم را باید نگاه کرد ببینیم به چه صورته ولی چون اورژانس چون مسئله مسئله بسیار پیچیده است در این زمان ممکن تمهیدات خاصی در این مورد قائل بشن ولی اون مشکل هم مشکلی دیگه است که ایران متاسفانه در, در ماه گذشته ایجاد کرده به باعش در واقع دست پنجه داره نرم سایر کشورها وقتی چنین بحرانهایی به وجود میاد سیل مثلا تو آمریکا کم نمیاد زلزله تو ژاپن کم نیست دولت ها برای کسب و کارهای کوچیک چه کار میکنه معمولا اینها مقدار زیادی کمک در واقع دادن وام های کوتاه مدت به اینها میدن مقادیر زیادی ببینید کمک به اینها در رابطه فقط م... کمک مستقیم نیست در رابطه ایجاد کردن زمینه های ساختاری اون جامعه است در واقع کمک کردن در مورد فرض کنید حمل و نقل کالاها رسوندن کالاها مسائل دیگه است یکی از مسائلی در ایران باید باید, باید خیلی توجه بشه که دخالت کردن در این مسائل باید بسته مسائل علمی باشه و یکی از اون مسائلی که بسیار مهمه اینه که مردمی که این در واقع کمک ها رو از دولت دریافت می‌کنن باید اطمینان خاطر داشته باشن و اینها مسائلی بسیار عمیق که میتونه آثار بسیار مهمی در تأثیر گذاری در واقع این اقدام ها داشته باشه اونها مسائلی است که به نظر من دولت باش باش توجه کامل بکنه راستگویی در واقع شفافیت و تصمیم های علمی نه تصمیم گیری های و تند و بیشترش بر اساس اینی که یه دی ممکنه خوش رو میاد یا ممکنه تبدیعاتی بود اینها باید کنار گذاشتیم مسئله جدی است تصمیمات هم باید تصمیمات جدی ممنونم از شما جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تازن اوکس در آمریکا شما شنوندگان برنامه هم اگر صاحب کسب و کار هستید یا به هر نحوی گسترش این ویروس باعث ضرر مالی براتون شده میتونید به ما پیام بدید و از تجربیاتتون بگید برای خرید اید چه برنامه دارید بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی درباره عادت های هر سال شب عید اکثر نقاط ایران ابراز تردید کرده بودن مثلا شستن زیاد دستها در نتیجه مصرف بیشتر آب همه اینا باعث شده که بسیاری پیشنهاد بدن که حالا که آب کمه امسال استثنا مردم فرشا رو مثلا دیگه نشورن یا اینکه خرید شب عید و شلوغی بازار ممکنه باعث انتقال ویروس بشه و ویروس سریعتر منتقل بشه بین مردم و این گسترشش فراگیرتر بشه پس خریدهای عید حدال کمتر بشه نمیدونم شما با این راهکارا موافقید یا مخالف به ما پیام بدید بی بی سی شما در تلگرام پای پخش زنده برنامه در فیسبوک دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بام دادی 2024، 300 هفتاد، 400 دوازده، 22، 22. همونطور که گفته شد فقط اقتصاد ایران نبوده که ضربه دیده سازمان کشورهای صادرکننده نفت، OPEC. و روسیه هم قرار است این هفته در ویان اتریش دیدار کنند تا از پایین آمدن بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند این پایین آمدن قیمت نفت به دلیل گسترش ویروس کرونا بوده که تقاضا برای کاهش نفت رو کاهش داده و قدرت نفوذ اوپک در بازارهای جهانی رو کم کرده تنها در هفته گذشته 14 درصد سقوط کرد قیمت نفت حالا برای پیدا کردن راه حل کشورهایی که تقریبا نیمی از نفت جهان را تولید می کنند قرار است در اتریش گرد هم بیایند همکارم بهرنگ تاجدین که برای پوشش این نشست به وین رفته ابتدا از دلیلی که باعث شد این نشست فوقالعاده اوپک تشکیل شود میگوید ببین این نشست فوقلاده اوپک و غیر اوپک مثل خیلی از اتفاقات دیگه امروز دنیا تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته مثلا شما میبینید که دو روز قبل از آغاز نشست به خبرنگارها یک دفعه اطلاع دادن که این بار برای جلوگیری از سرایت کرونا به ها اجازه نمیدن که اینجا در وین وارد ساختمان دبیرخونه اوپک بشن و بتونن از نزدیک اجلاس رو پوشش بدن قرار خبرنگارا رو حتی در یک هتلی دورتر از در واقع محل دبیرخونه مستقر کنند ممکنه کنفرانس خبری باشه ممکنه نباشه حالا این مسائل لوجستیکش به کنار واقعیت داستان اینه که این بحران کرونا و نگرانی مردم و کشورهای مختلف دنیا از اینکه مس... اگر برن مسافرت مم... ممکنه در واقع احتمال آلوده شدنشون به این ویروس بیشتر میشه روی خیلی از سفرهای بین المللی مخصوصا تاثیر گذاشته من یه مثال بزنم ما وقتی داشتیم برای پوشش این نشست از لندن به وین می اومدیم همیشه هواپیما قلقله است اگر که مثل اتوبوس های قدیم بین شهری بود احتمالا رو بوفه هم کسی رو میشوندن این بار تقریبا نصف صندلی ها خالی بود که این اصلا یه اتفاق عادی نیست این نکته ای که در واقع خیلی از مردم دنیا شاید سفرهای المللیشون رو لغو کردن نتیجهش این میشه که در واقع تقاضای جهانی برای سوخت پایین بیاد و وقتی تقاضای جهانی برای سوخت پایین بیاد تقاضای جهانی برای نفت هم پایین میاد تقاضای جهانی برای نفت پایین بیاد قیمت نفت میتونه پایین بیاد ولی فقط هم بحث حمل و نقل کالاها و مسافر نیست که به خاطر پایین اومدنش باعث پایین اومدن تقاضای جهانی نفت شده بلکه مسئله اینه که کلا رشد اقتصادی داره پایین میاد مخصوصا در جاهایی مثل چین که یک موقعی موتور اقتصاد دنیا بود پایین اومدن تقاضا برای کشورهای صادر کننده نفت اتفاق بدیه به خاطر اینکه باعث میشه که هم نفت کمتری بفروشن همون مقداری که میتونن بفروشن به قیمت کمتری بفروشند. به همین خاطر که انتظار میره در تمام مدت این دو روز اجلاس اول اوپک و بعد اوپک و غیر اوپک ما در مورد بیشتر از نفت در مورد ویروس کرونا بشنویم بهرنگ با این اوزا میشه این احتمال رو داد که اعضای اوپک تولید خودشون رو کاهش بدن درسته؟ دقیقا بعضی از کشورها از جمله عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت اوپکه خواهان این شدن که تولید کشورهای اوپک و غیر اوپک یک میلیون یا یک و میلیون بشکه دیگه در روز کم بشه که با توجه به کاهش تقاضایی که ممکنه در هفته ها و ماه های آینده حتی شدید ترم بشه بتونن این کشورها قیمت نفت و بازار رو کنترل کنن نکته مهم اینه که از سه ماه پیش که نشست قبلی اوپک بود تا الان قیمت نفت حدود 10-15 دلار پایین اومده اون موقع حدود 65 دلار بود الان به نزدیک 50 دلار در هر بشکه نزدیک شده ولی مسئله اینه که از وقتی که این سیستم اوپک پلاس اصطلاحا این سیستم اینکه چند کشور غیر اوپک به رهبری روسیه هم میان در کنار اوپک توی تصمیم گیری ها شرکت میکنن از وقتی این سیستم به وجود اومده فقط وزرای نفت اوپک نیستن که بشینن جلسه بذارن تصمیم بگیرن تمام این تصمیم گیری ها منوط به این که اون طرف دیگه اون در واقع متحدان اوپک از جمله روسیه هم توافق بکنن در نتیجه احتمالا تصمیم نهایی جمعه بعد از ظهر معلوم میشه چیزی که در روزها و هفته های اخیر شنیدیم اینه که روسیه خیلی تمایلی به کاهش سقف تولید نداره و اگر روسیه با درخواست کشورهای دیگه موافقت نکنه ممکنه در نهایت به اینجا برسن که این اجلاس فوقلادهی دو روزه به هیچ نتیجهی نرسه بهرنگ تاجدین بود از ویان اتریش در مقابل مقر اوپک با ما گفتگو می کرد اما بریم سراغ روزنامه های صبح امروز تهران همچنان واکنش ها به گسترش ویروس کرونا زیاد از لزوم اطلاع رسانی به مردم تا ضررهای اقتصادی دولت با فرشته قاضی روزنامه نگار در آتلانتای آمریکا بررسی روزنامه های تهران رو شروع میکنیم امروز با اطلاع رسانی صحیح حق مردم است از آرمان ملی ادراک 100 سال پیش و چالش 100 سال بعد از ایران و کرونا و کاهش درامت های دولت از جهان صنعت موضوعی که در این چند هفته گذشته بسیار براش تاکید شده اطلاع رسانی روزنامه آرمان ملی گفته این حق مردمه با چه توضیحی خانم قاضی ساله نیکبخت در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده به تصویب قانون دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات از سوی مجلس و نوشته که همانند دیگر قوانینی که منافع برخی دولت مردانی یا نهادها رو به خطر میندازه این قانون هم تا به حال به طور کامل اجرا نشده و مسئولین از افشای اطلاعات سر باز میزنند آنچه در مورد بیماری کرونا به وجود اومده به نوشته آقای نیکبخت باز از همان نوع نارضایتی که در مسئله شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و کشته شدن دهها نفر از افرادی بیگناه و کتمان سه روزه این ماجرا ایجاد شد الان هم افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان به کرونا و و همچنین تعداد جان باختگان بر اثر این بیماری که در عرض یک هفته افزایش غیر منطقی داشته مورد قبول مردم نیست و نگرانی مردم از این رو هست که اطلاعات صحیح از اونها پنهان بشه و مقامات مسئول هم سیاست درستی در برخورد با مسئله کرونا ندارند. روزنامه ایران به رابطه بین اینترنت و کرونا پرداخته. امیر نازمی در روزنامه دولتی ایران به منابع اطلاعاتی قابل اعتماد اشاره کرده در اینترنت و شبکه های اجتماعی که در بحران های مانند گسترش کرونا میتونه کارساز باشه به اعتقاد نویسنده اما انتقاد کرده از نظام بهداشت ایران که معتقد همچنان تلاش داره پاسخ مشکلات بخش بهداشت درمان رو در همون بخش بهداشت و درمان پیدا بکنه و دیوار بلندی میان خود و سایر زیر نظام های حکمرانی کشیده نویسنده روزنامه دولتی ایران نوشته که هنوز نگاه سنتی سیاست گذار در ایران انحصار و محرمان سازیه و برای ویروسی که جهانی روش کرده این نگاه بسیار آسیب پذیره و شاید کرونا هشداری باشه برای کل نظام اداری ایران که زودتر برای الکترونیکی شدن آماده بشن نه فقط بخش بهداشت بلکه همه بخش های حکمرانی و کرونا و هزینه هایی که بر روی دست دولت گذاشته در روزنامه جهان صنعت در روزنامه جهان صنعت محمد قلی یوسفی به بحث کاهش درآمدهای دولت پرداخته بودجه پیش رو و اینکه در زمان تدوین لایحه بودجه بحث FATF و لیست سیاه و ویروس کرونا و هزینه های ناشی از اون مطرح نبوده و حالا با شک وارده از ناحیه شیوع این ویروس و افت درآمدی کسب و کارها دولت دچار دو عدم تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد بنابراین احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده منتفیه در این حال به دلیل وقفی درآمدهای صاحبان مشاغل دولت ناچار خواهد بود هزینه های بسیاری رو صرف جبران بخش های آسیب دیده اقتصادی بکنه به اعتقاد نویسنده تلاش دولت برای کاهش هزینه ها از محل افزایش درآمدهای مالیاتی برای کاستن از حجم بودجه بی نتیجه خواهد موند و حتی امکان تحقق درآمدهای دولت از محل صادرات نفتی و غیر نفتی هم وجود نخواهد داشت. با فرشت قاضی بودیم نگار در آتلانتای آمریکا یک دو تا پیام براتون بخونم کاربری گفته راننده آژانس هستم در اطراف تهران به خاطر کرونا حدود 15 روزه که نرفتم سر کار اون پولی هم که اروپا میگه کمک میکنیم هم که به دست دولت برسه گم میشه به دست مردم که نمیرسه کاربر دیگه‌ای هم گفته که به نظر من همین حالا چه بخوایم چه نخوایم چه بجا باشه چه نه. مشکلات فلج کننده این گسترش ویروس کرونا شدیم فعلا باید متمرکز بر مقابله با این ویروس بود تا بررسی تاثیرات آنی اون بر اقتصاد و غیره فعلا باید تجمعات و ترددها کمتر بشه و مراقبت ها بیشتر شما چه نظری دارید بی بی سی شما در تلگرام به روی شما بازه بریم چند خبر کوتاه دیگه از ایران بشنویم بررسی های بی بی سی نشان می که هواپیمایی ماهان پرواز به چین را قطع نکرده و همچنان به دو مقصد پکن و شانگهای پرواز می کند. و همچنین پرواز به دو مقصد شنجن و گوانگجو را که از دوازه بهمن متوقف کرده بود از سر گرفته. همچنین هواپیماهایی که بعد از ممنوع شدن پرواز به چین به این کشور پرواز کردند در مسیرهای دیگر هم به پرواز درآمدند و مسافر جابجا جا کردند. ادعی از خانواده های زندانیان پرونده محیط زیست در نامه به ریاست قوه قضایی از ندادن مرخصی به این زندانیان انتقاد کردند. خانواده های مراد تاهباز، امیر حسین خالقی، تاهر قدیریان، سام رجبی، هومن جوکار، عبدالرزا کوهپایه، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی این نامه را امضا کردند سخنگوی قوه قضایی ایران دو روز پیش گفته بود که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بیش از 54 هزار زندانی به مرخصی رفتند. حکم بازداشت حمید نوری مزنون به دست داشتن در کشتار تابستان سال 1367 که در سوئد زندانی است برای پنجمین ماه پیاپی تمدید شد او متهم به شرکت در کشتار جمعی و کشتار هزاران زندانی سیاسی در مرداد و تابستان 1367 است. حمید نوری شهروند ایرانی در عواسط آذر هنگام ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. ایرج مساقی و کاوه موسوی شاکیان این پرونده میگویند آقای نوری با نام مستعار عباسی داریار زندان گوهردشت بوده است. و محمود صادقی نماینده ایران در مجلس حکم حکومتی رهبر ایران برای ارجاع لایحه بودجه به شورای نگهبان بدون تصویب مجلس را آخرین میخ به تابوت مجلس دهم ده توصیف کرده با شیوع کرونا در ایران مجلس تعطیل شد و آیت الله علی خامنه ای در حکمی لایحه بودجه سال آینده را با وجود مخالفت مجلس با کلیات آن مستقیما به شورای نگهبان ارجاع داد سپاس از همراهیتون نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز ویروس کرونا در حال پیشروی به نقاط بیشتری از جهان است و نزدیک به 80 کشور را تاکنون آلوده کرده در پی مرگ یک نفر بر سر بیماری کووید 19 در ایالت کالیفرنیای آمریکا فرماندار این ایالت وضعیت فوقالعاده اعلام کرده تعداد جانباختگان در چین امروز از مرز سه هزار نفر گذشته در ایتالیا هم شمار کشته شدگان به 107 نفر رسیده و مدارس و دانشگاه ها تا 11 روز دیگر تعطیل خواهد بود در ایران بر اساس آمار رسمی مطلعیان به ویروس کرونا به مرز 3000 نفر نزدیک شدند و تعداد جانباختگان هم کمتر از 100 نفر اعلام شده 92 نفر نگرانی از شیوع این بیماری باعث شده که بسیاری از فعالیت های اقتصادی و گردشگری و کسب و کارهای کوچک از رونق بیفتد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و همینطور روسیه قرار است در این هفته در وین اتریش دیدار کنند تا از پایین آمدن بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند قیمت نفت تنها در هفته گذشته 14 درصد سقوط کرد گسترش ویروس کرونا تقاضا برای کاهش نفت را کاهش داده و قدرت نفوذ و اوپک را هم در بازارهای جهانی نفت کم کرده و بشنوید که مایکل بلومبرگ میلیاردر آمریکایی و نامزد رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در حزب دموکرات آمریکا از این رقابت‌ها کنارگیری کرده او از جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا در زمان باراک اوباما حمایت کرده که در حال حاضر پیشتاز رقابت هاست قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود که در آن نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد این آقای بلومبرگ که از این رقابت ها کنار کشید تا کنون 500 هزار دلار از سرمایه شخصیش برای این انتخابات خرج کرده بود بسیار سپاسگزارم از اینکه تا اینجای کار ما رو همراهی میکنید در ادامه برنامه به در گذشت دو چهره سرشناس خواهیم نگاهی خواهیم داشت و زندگی اونها آثار اونها تأثیری که بر جامعه گذاشتن خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و در پایان شاهد عینی این هفته در این برنامه همراه با ربکا کزبی به سال 1955 می رویم. زمانی که کن ساروویوای نیجریهی در کنار هشت فعال محیتزیست دیگر اعدام شد. امروز می که چطور حتی یک اثر هنری که برای یاد بوده این نه نفر خلق شده هم پشت میله ها قرار گرفته. شاهده اینی تا حلوش 20 دقیقه دیگه بر شما پخش خواهد شد کمتر 15 دقیقه دیگه شنونده برنامه چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی, بی سی که در لندن براتون پخش میشه اسکندر فیروز بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دیروز در سن 93 سالگی در واشنگتن آمریکا درگذشت او نوه عبدالحسین فرمانفرما و پسرعموی ناصرالدین شاه بود اسکندر فیروز زاده 16 مرداد 1305 در شیراز بود و از او به عنوان پدر سازمان محیط زیست ایران یاد شده است با ناصر کرمی اقلیمشناس در تروندهایم نروژ درباره میراث اسکندر فیروز گفتگو کردم من میتونم میراث ایشون رو به سه بخش تقسیم کنم بخش اول و مهمترینش خب راه اندازی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و بعد اینکه بنیان این راه اندازی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست که الان ده درصد مناطق حفاظت شده کشور رو در بر میگیره در حالی که میتونم بگم خب بعدا ما دیدیم که نابود شد تقریبا بقیه چشم اندازه حالا هر آنچه که باقی مونده توی همون مناطق حفاظت شده است کار دوم و مهمی که آقای فیروز انجام داد تربیت نسل اول کارشناسان محیط زیست بود این کارشناسان خیلی برجسته ای که میشه گفت سنگ به بناها و شالوده های حفاظت محیط زیست در ایران هم مثل اوشنگ بیجن فرهنگ در شوری اسماعیل کرم و خیلی های دیگه ایشون اینها رو انتخاب کرد جالبه که اینا اغلب هم بک‌گراند شکارچی داشتن این گفت بود من نمیخوام یه بچه شهری نمیدونم پشت میز نشین داشته باشم من میخوام یه باشن که کوه و کمر و صحرا و سنگ و در رو اینا رو آشنا باشن رفت تو شکارچی هایی که تحصیل کرده در رو انتخاب کرد فرستاد خارج اینا کارشناس شدن برگشتن که هنوز هم بهترین کارشناسان محیط زیست کار سومی که با مهمی که ایشون کرد ایشون ایران رو به یکی از کشورهای پیشتاز تو بحث حفاظت محیط توی دنیا تبدیل کرد ایران یکی ای از 27 کشوریه که به اصطلاح سنگ بنای این برنامه محیط سازمان ملل رو گذاشتن ایران رو به حساب سنگ بنای کنوانسیون جهانی به اصطلاح حفاظت تالاپاس و کلی فعالیت‌های دیگری در اون کارهایی که زمانی که ایشون داشتن کارا رو انجام میداد ایران میشه گفت که پیشگام حفاظت محیط در جهان شده بود و در تمام این ماهدات جزو کشورهای پیشتاز و اول بود آقای کرمی میدونیم که بعد از انقلاب برای او همانند بسیاری مشکلاتی پیش اومد از فعالیتاش بعد از انقلاب اسلامی در ایران بگید خب بعد از انقلاب متاسفانه ایشون بسیاری رو از سر گذروند شما میدونید که ایشون زندان افتاد بعد به اعدام محکوم شد تا یه قدمی اعدام پیش رفت بعد تخفیف داده شد به حبس بعد بعد از هفت سال زندان اومدن بیرون دیگه با کاری نمیتونستن بکنن مسئولیتی نداشتن اما من میتونم بگم حتی همون موقع هم نقششون پربار بود یعنی ایشون به یک جور پدر خاندگی حالا به شکل مثبتش داشتن روی کارشناسان محیط زیست در خونشون همیشه باز بود همیشه همیشه کارشناسان محیط برای مشورت پیش ایشون میرفتن یک جور مشاور مجانی و رایگان بود برای برنامه ها و برای کارشناسان محیط زیست دانشون و دکترها و اصطلاح خدمات و اون دانشش رو در اختیار اینها قرار میداد اما خب متاسفانه دیگه نه مسئولیتی تونست بگیره و نه هرگز تونست کار تحقیقی رو انجام بده منزبی شده بود توی خونش در تمام این سالهای اخیر گفتگو کردم با ناصر کرمی اقلیم شناس در شهر تروندهایم نروژ اما هفته گذشته موسیقی نواحی ایران هم یکی از برجسته ترین چهرهای خود را در سن 73 سالگی از دست داد حسن خوشرو در سال 1325 در یکی از روستاهای قائم شهر در خانواده هنرمند به دنیا آمد از او آثار بیشماری به مانده که در موسیقی مازندران از اعتبار و شهرت زیادی برخوردار است ابوالحسن خوشرو پنج روز پیش پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان چشم از جهان فروب است فرج بالفکن شرح مختصری از زندگی او را گزارش می کند. سرنوشت ابوالحسن خوشرو خونیاگر موسیقی مازندران که بیش از پنج دهه در موسیقی آن خطه درخشید از همان کودکی با للوا یا همان نگه چوپان پدرش ابوطالب به موسیقی ایران گره خورد دانش آموخته هنرستان موسیقی تهران بود و همکاریش را با رادیوی مازندران از سال 1345 آغاز کرد تا به دانجا رسید که پنج سال بعد گروه موسیقی روجا را تشکیل داد که معنایش در زبان مازنی یا توری ستاری صبح است. خدا من با نور خدا من بانور به او در آوازهای مازندرانی تلفیقی از شیوه های استادان قدیم و سبک و لحن خودش را اجرا میکرد شرکت در جشواره های داخلی و خارجی نظیر جشنواره موتستر آلمان از جمله فعالیت های هنری ابوالحسن خوشرو بود از جمله این اجرا که دو سال پیش در جشنواره اریشتا به اجرا درآمد بدون شک ابوالحسن خوشرو یکی از مهمترین استادان حماسه موسیقی ایران است که نقمه های سوگ و سرود زبان مادریش را به گنجینه فرهنگ و هنر کشورش افزود جان... فرج بالافکن گزارش میداد امروز روز جهانی کتاب است با شعار یک میلیون داستان به اشتراک بگذارید هدف از برگزاری این روز تشویق جوانان به ویژه کودکان به کتاب خواندن است در افغانستان نیز تلاشهایی برای تشویق به خرید و مطالعه کتاب انجام می شود اما برخی جوانان میگویند دسترسی به شبکه های اجتماعی علاقمندی به کتابخوانی را کمرنگ کرده سید انور از کابل گزارش میداد. در افغانستان تلاش های جدی برای نهادی نکردن فرهنگ کتابخانی و تشویق جوانان برای خرید کتاب در جریان است. گاه اوقات در این کشور جنگ زده نمایشگاه کتاب حتی سرخط خبرهای رسانه های محلی می شود. مشروح خبرهای این ساعت خوش آمدید. نمایشگاه خیابانی کتاب در کابل راه اندازی شده است. شماره از فرهنگیان و جوانان با راه نمایشگاه در سالهای اخیر بازار چاپ و نشر کتاب در افغانستان هرچند با فراز و روبرو بوده اما بنگاه های نشراتی کتاب رو به افزایش بوده برخی از این ادارات به منظور جلب توجه و تشویق مردم به با کتابخانی بارها به با برگزاری نمایشگاه کتاب اقدام کرده اند. شاهد فرهوش مسئول مرکز فرهنگی شهر کتاب میگوید نمایشگاه های زیاده در دانشگاه های خصوصی و دولتی در بسیار موارد گرفتیم تا تصمیم گرفتیم که کتاب ها را به خیابان ببریم هر شهروندی هر راه گذری که از کنار خیابان میگذره لحظات زیاد را کنار کتاب ها میباشن. این که کتاب بخرن یا کتاب را ببینن به ما فرق نمی که پایشون را نزدیک کتاب ها یک امید دیگه بر ما میبخشه و برای روز جهانی کتاب برنامه داریم عصر را اینجا اختصاص بدیم تمام نویسنده در گوشه و کنار افغانستان هستند افرادی که خود را عاشق کتاب میگویند و دیگران را نیز به مطالعه کتاب فرا میخوانند لیلا نورانی روزنامه‌نگار در کابل میگویند بدون مطالعه کتاب روشنگری در جامعه سنتی مانند افغانستان دشوار است از این رو باید با کتاب دوستی کرد مطالعه یک بخش زندگی روزمره مرا شکل میده دوست دارم که کتاب های مختلف را مطالعه بکنم از جمله رمان‌ها، ها نوول ها و که از همه مهمتر کتاب های تاریخی است برای من بدلیلی دلیلی که ما مو مسلک را که ما نیاز است و ای که از وقایع گذشته هم با خبر باشم و ای که در آینده چی اتفاقات مفته از نویسنده مختلف ما بیشتر بدانم ما فکر میکنم با مطالعه میتونیم که فکر ما را پربارتر بسازیم و دید روشنتر نسبت به جامعه نسبت به زندگی داشته باشیم بر اساس برنامه هایی که در سال روان میلادی به مناسبت روز جهانی کتاب در نظر گرفته شده قرار است حدود 15 میلیون تکیت یک پوندی خرید به کودکان توزیع شود و کودکان می توانند در بدل یک پوند یکی از 15 عنوان کتاب مشخص شده را به دست بیاورند در افغانستان اما کارشناسان می گویند ادبیات و کتاب کودک هنوز در اولویت نیست و سالها نیاز است تا کودکان افغان مانند کشورهای دیگر به انواع کتابهای ادبیات کودک دسترسی پیدا کنند سید انور گزارش میداد چند تا دیگه از پیام هاتون رو براتون بخونم ناصر گفته که امروز ویروس کرونا جان تمام انسان ها رو تهدید میکنه بنابراین لازمه که برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس از خرید و مسافرت و دید و بازدید های عید خودداری کنیم و بهتر که به مطالعه کتاب بپردازیم یک کاربر دیگری به اسم رضا گفته که یک موردی که کمتر راجبش صحبت میشه مؤسسه های مالی و بانک ها هستن که با مراجعات بیش از حد مردمی و انتقال ویروس از طریق رد و بدل کردن پول هایی که ممکنه آلوده به این ویروس باشن درون جامعه و خانواده ممکنه که خلال ایجاد بکنن و به راحتی این ویروس رو منتقل بکنن داخل خونه او گفته که خواهش میکنم که به مسئولین صدای ما رو برسونید ما نیاز به ماسک داریم بدون اسکش نباید کار کنیم و مواد ضد عفونی کردن برای دست هامون هم نیاز داریم که روی در واقع میشه گفت که گیشه بانک ها باشه برای اینکه بتونن همه ازش استفاده کنن گفته بسیاری از همکاران ما تحت خطر این ویروس قرار گرفتن و پیام های بسیار دیگه هم دریافت کردیم که اگر فرصت باشه حتما براتون میخونم از جمله مهناز که گفته که من اصلا رستورانم رو به خاطر این موضوعات بستم به دلیل اینکه هم مشتری کم بود و هم رونق اقتصادی نبود بسیار خب بریم سراغ بخش دوم بررسی روزنامه های صبح امروز تهران با فرشته قاضی روزنامه‌نگار در های آمریکا بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با دیپلماسی کرونا و استقبال از کمک های جهانی از ستاره صبح پارادوکس کرونایی واشنگتن از مردم سالاری و در نهایت هم فرصت که در دل کرونا هست از جوان اینکه پیشنهاد کمک آمریکا رو باید پذیرفت یا نه از دیگر موضوعات بحث برانگیزه این چند روز گذشته بوده بعد از پیدا شدن بحران کرونا روزنامه ستاره صبح در این باره چه نوشته محسن سنی در این روزنامه از شرایط بحرانی حاکم بر کشور نوشته و اینکه میشد با قطع رابطه با چین و یا بعد از اون با قرنطینه کردن قوم این شرایط رو کاری کرد که به وجود نیاد اما آنچه در حال حاضر اهمیت داره به اعتقاد نویسنده اینه که دستگاه دیپلماسی کشور باید از همه کمک های مؤسسات بین المللی و کشورهای خارجی استقبال بکنه حتی اگر وزارت خارجه آمریکا درخواست کمک به ایران رو مطرح کرده این درخواست به جایی رد شدن بهتره که مورد استقبال قرار بگیره روزنامه مردم سالاری تو این پیشنهاد یک تناقضی دیده از مواضع دوگانه مقامات کاخ سفید در قبال ایران نوشته و اینکه کاخ سفید هر از گاهی به دستکش مخملین در مواجهه با ایران نیاز پیدا میکنه تا ظاهر فریبندی خودش رو به عنوان پدرخانه دلسوز جهان حفظ کنه اما دست کم درباره ایران نشانه های نمادین این سازی هم دیده نمیشه روزنامه مردم سالاری نوشته بحران و کرونا نیازمند گستره بزرگی از اقلام دارویی و بهداشتی اقلامی که بخشی از اون در داخل کشور تعمین میشه و بخش دیگه از طریق مجامع جهانی و نهادهای بین المللی و در پایان روزنامه جوان مطلبی داره درباره کرونا روزنامه جوان شوع کرونا در ایران رو فرصت خونده به نوعی در واقع فرصتی برای تغییرات گسترده در سبک زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان محمد جواد اخوان نوشته که گسترش بهداشت فردی و جمعی کاهش اسراف و ریخت و پاش غیر ضرور کاهش آسیب های اجتماعی استفاده از ابزارها و روش های جایگزین و کم تر و کاهش نوسانات پایان سال فرصتهایی که در دل تهدید کرونا نهفته است و اگر مسئولان دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور اقدام به پرداخت تدریجی پرداختی هایی چون عیدی و سنوات در طول سال کنند از ایجاد نوسان کاذب و فشار تقاضای مدیریت نشده در پایان سال جلوگیری می کنند و میشه به نوعی از دل تهدید کرونا هم فرصت هایی رو به دست آورد. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز با پوریا ژافره این کرونا ورزش رو هم رها نمی‌کنه. خب اخبار ورزشی رو شروع میکنیم از ماجراهای فدراسیون فوتبال ایران که تو این چند روز گذشته زیاد در مورد اون شنیدین دیروز صبح روزنامه شهروند مصاحبه رو با حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال انجام داده بود که دو مورد رو متذکر شده بود یکی مسئله کوتاه نیامدن فیفا عین سخنان حیدر بهاروند هست و از طرف دیگه مسئله کرونا و اجتماعات بزرگ رو مطرح کرده بود که خب 75 تا رای هست برای مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال فقط تعداد کسانی هستش که رأی میدن بعضی از اینها نماینده های تیم ها هستن بیشتر از یه نفر هستن برگزار کننده ها رو بخواید در نظر بگیرید اهالی فدراسیون رو بخواید در نظر بگیرید و همینطور خبرنگاران اصحاب رسانه بالای صد خورده این نفر خواهد شد و اینکه از نظر وزارت به بهداشت چنین جلسه هایی در مکان های رسمی فعلا به خاطر شوی ویروس کرونا نباید انجام بشه جالبه که بعد از اینکه یه دو ساعتی از اومدن روزنامه های صبح تهران گذشته بود و این روزنامه شهروند منتشر شد فدراسیون فوتبال کلا تکسیب کرد این مصاحبه رو و گفت تنها مرجعی که در مورد انتخابات اظهار نظر میکنه فدراسیون فوتباله که باعث شده که شاهبه های زیادی ایجاد بشه و خیلی تصور بکنن این ساختار فعلی فدراسیون که دوازده سیزده سال هستش که فدراسیون فوتبال ایران قرار دارن این نفرات به خصوص بلندپایه مدیریتی خیلی مقاوم هستن که تغییری در فدراسیون ایجاد نشه و سعی میکنن که از راه های مختلف برای این ماجرا استفاده بکنن خب خبرهای فوتبالی رو ادامه بدیم پوریا ظاهرا مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هم تا اوایل سال آینده تعطیل شده درسته بعد خبر دوم ما هم باز مربوط به فدراسیون فوتبال این بار سازمان لیگ که در اکثر کشورها مستقل ولی که در ایران زیر مجموعه فدراسیونه و خود سازمان لیگ هم مشکلات زیادی داره بحث تبلیغات محیطی و پولهای چهار سال گذشته هست از جمله مسائلی که فدراسیون میتونه به مشکل بخوره سرش در صورت از این مسئله که بگذریم اشاره بکنیم که فعلا تا روز چهاردهم فروردین ما تمامی مسابقه های فوتبال حرفه ای در ایران از طرف سازمان لیگ فدراسیون فوتبال قطع شدند این هم به دلیل شوی بیماری کرونا تقریبا همون تصمیمی که در چین و کره جنوبی گرفته شده دو کشور دیگه که اونها هم شدیدا با این مسئله روبرو هستند بدون اطلاف وقت بریم سراغ مطلب پایانی برنامه امروز شاهده اینی سلام به بخش دیگری از برنامه شاهد اینی خوش آمدید. در این برنامه همراه با ربکا کزبی به سال 1955 می رویم. زمانی که کن ساروویوای نیجریهی در کنار هشت فعال محتیزیست دیگر اعدام شد. امروز می شنویم که چطور حتی یک اثر هنری که برای یاد بوده این نه نفر خلق شده هم پشت میله ها قرار گرفته ربکا کزبی با خالق این اثر صحبت کرده مردم اگونی میگویند سرزمینشان با نفت ویران شده ما حق خودمان را با آرامش و بدون خشونت طلب می و پیروز خواهیم شد این صدای کن سارو ویوا فعال محتزیست و, محتزیس و رهبر مردم است. دولت نیجریه می گوید او قاتل است و به اعدام محکومش کرده است نکنساروویوا and... نویسنده و فعال محیط زیست بود تلاش میکرد شرکت های نفتی رو با حرفهاش به تغییر رویه واداره این صدای سوکاری داگلاس کمپ است هنرمندی که مثل خیلی از شهروندان نیجریه معتقد است اتهامات علیه کن ساروویوا و هشتهمکارش جعلی و بیپایه بوده و تنها برای خفه کردن منتقدان صنعت نفت مثل او و دیگر فعالان طراحی شده بود نفت در اواخر دهه 50 میلادی در دلتای نیجر کشف شد و چشمانداز ثروت و بهروزی را پیش روی این کشور تازه استقلال یافته قرار داد. اما تا دهه 90 آلودگی خفقان شده بود و مردم محلی حس می‌کردند مورد سوء استفاده قرار گرفتند. سوکاری داگلس کمپ در همین محل در سال 1958 در همسایگی قبیله اگانی به دنیا آمده بود و با چشم خود شاهد تغییرات در محل بود. کودکی من با استقلال نیجریه همراه شد منو به یک مدرسه شبانه روزی به انگلستان فرستادن. یک پام توی نیجریه بود و یک پام توی انگلستان مردم قبیله من کالاباری ها در 22 جزیره در دلتای نیجر زندگی می کنن. با قایق رفت آمد می کردن. من با کرجی و قایق و بلم بزرگ شدم جایی که صدف ها روی ریشه های درخت های هر را رشد می کردن. ماهی های پرنده داشتیم و طبیعت غنی و فوقالعاده بود اما به تدریج همه شروع به مردن کردند فقط به خاطر آلودگی و نحوه استخراج نفت Delta... قرنها کار سنتی خانواده های ساکن دلتا ماهیگیری بوده اما حالا آلودگی ناشی از نشت نفتی به خطری برای سلامتی انسان ها و ماهی های منطقه تبدیل شده میشد که درخت های هر را رو دید که همه مرده بودن هیچ چیز سبز نمیشد قبیله اگونی ها صدای خود را بلند کرده و خواهان تغییرند دولت که نگران شورش عمومی است دو سال از عملیات نظامی سرکوب علیه قبیله اگونی را راه انداخته صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر بیخانه و کاشانه ماندند در سال 1994 کن ساروویوا و هشت همکارش دستگیر و به ایفای نقش در قتل تعدادی از بزرگان قبیله اگانی متهم شدند. آنها تمام این را رد کردند و رهبرانی از نقاط مختلف جهان به حمایتشان برخواستند. فشار بر نیجریه برای لغو حکم اعدام نه فعال حقوق بشر افزایش یافته. اما حساسیت بینالمللی و, و تهدید به اخراج نیجریه از کشورهای مشترک المنافع برای حفظ جان نه نفر کافی نبود دولت نیجریه با عملی کردن ادامه نه فعال حقوق بشر از جمله نمایشنامه نویس کنسارو ویوا فریاد جامعه بینالمللی را بلند کرده yeah. اونجا بود که فکر کردم نیجریه دیگه از دست رفته ما کار وحشتناکی کرده بودیم و هیچ کس باورش نمیشد یک جور غم مطلق سوکاری داگلس کمپ یک مجسمه ساز است که در استودیوی خودش در لندن عموما با فلز کار می کند. بخش عمده ای از آثار او تحت تاثیر هویتش در قبیله کالاباری و نگرانی هایش درباره محیط زیست و آلودگی های نفتی خلق شده. من کار با فلز رو دوست دارم چون قدرت خاصی با خودش داره اینکه میشه چنین اونسایی رو به شکلهای غیر قابل باوری شکل داد حتی مثلا چیزی شبیه به پارچه درست کرد برام جذابیت زیادی داره زیبایی کار با فولاد همش به توازن و سنگینی اثره میشه با میله های خیلی ریز و کوچیکی یک مجسمه بسیار سنگین رو متوازن و متعادل کرد در سال 2005 ده سال بعد از مرگ کنسارو ویوا سوکاری مجسمی را به یاد او و فعالان دیگری که اعدام شده بودند خلق کرد یک اتوبوس شعار نویسی شده با اندازه واقعی میخواستم یک اتوبوس جنگی بسازم که بس. بتونه هر جا خواست بولوکا پارک, بولوکا پارک کنه اسم کن روی پرچمی جلوی اتوبوس حک شده بود و بالای اتوبوس بشگاه های آهنی بودند که نام فعالای کشته شده دیگه ی اگونی بود که همون زمان کشته شده بودند. روی اتوبوس بخشی از حرفهای کن سارو در یکی از آخرین مصاحبه‌هاش حک شده بود که گفته بود من شرکت های نفتی رو به نسل کشی علیه قبیله اگونی متهم میکنم. حرفی که همون موقع و هم امروز عمیقا برای من تکان دهنده بوده و هست ما همه زندگیمون رو از دست دادیم بسیاری میگویند که نفت پول زیادی را با خودش به نیجری آورده. البته نفت پول و توسعه زیادی با خودش آورده. ولی من فکر می کنم حتما راهی هست که بشه بدون کشتن یک کشور دست به توسعه زد. دلتای نیجر ویران شده ولی در سال 2015 20 سال بعد از اعدام کن ساراویوا و همراهانش فعالان محیط زیست در نیجریه خواستار این شدند که اتوبوس جنگی ساکاری به عنوان بخشی از کارزار آگاهسازی نسبت به آلودگی های زیست محیطی از لندن به نیجریه منتقل شود اما کماکان بعد از این همه وقت هم این اتوبوس و هم به یاد آوردن کن از نظر دولت نیجریه کاری خطرناک محسوب میشد به پایان برنامه چشماندازی بامدادی امروز میرسیم با شاهد عینی این هفته لازم ذکر که اگر مایل باشید که نسخه کامل این برنامه رو بشنوید میتونید به وبسایت ما سر بزنید bbcpersian.com radio اونجا نسخه کامل همه برنامهای هفتگیمون هست به این ترتیب ام امیدوارم که اگر با ما باشید رس ساعت هشت صبح تهران برمیگردیم با مجموعی از تازه ترین خبرها اگر اینجا ما رو ترک میکنید من ناصر مدنی هستم به اتفاق همکاران امروز برنامه محمد صباهی و فرج بالافکن روز خوبی رو براتون آرزو میکنم ایام بکام